فیلم پری خوشگله با بازی منوچهر وثوق و شهناز تهرانی محصول سال 1353. پری با بازی شهناز تهرانی بعد از مرگ پدرش مسئولیت نگهداری خانواده‌اش رو بر عهده داره. پری قصد داره که خواهر کوچکترش رو که مجبوره تو شرایط بدی در کافه کار کنه نجات بده. پری از شیراز به اصفهان میره و سر راه جوان ثروتمندی با بازی منوچهر وثوق قرار میگیره. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلام علیکم قربون. توی ماشالله چی میخوای؟ هیچی قربون، با اجازتون خواستم از خدمتتون مرخص بشم. کجا میخوای بری؟ میخوام برگردم ده پیش مادرم، بیچاره مریضه، مدتی هست که ازش خبری ندارم. تو هم میخوای منو تنها بذاری بری؟ خیلی خب برو، همه تون برین، من احتیاج به هیچ کدومتون ندارم. قربون چرا ناراحت میشین؟ ما دیگه اینجا کاری نداریم، رفتنیاش باز برن دیگه. بشین ببینم. آخه قربون تو میگم بشین، به هد اجازه میدم اینجا پلو من بشینی. آره میخوام یه خورده با هم درد دل کنی. آخه اینجا جای ما نیست. خب با اجازتون. خیلی تو فکرین آقا، خدایی نکرده کشتیاتون غرق شده. بیمزه. میدونی ماشالله تو که غریبه نیستی، من عاشق شدم. مرگ من؟ خب این که دیگه غم و غصه نداره. خاطرخواهی کی شدی؟ همون پری که نفهمیدم یه دفعه از کجا اومد و یه دفعه هم چطوری غیبش زد و رفت. گرچه خدا کنه هر جا هست سلامت باشه. ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بعضی وقتا آدم آرزو میکنه کاش اون چیزایی که دیده یه خواب باشه. دوستش داشتم، اون برادرم بود، تنها برادرم. من تمام محبتامو بهت میدم، زنی واسط میشم که میخوای، یه زن که نذاره به هیچ چیز دیگه فکر کنی، یه زن ایدئال. من جای اونو برات پر میکنم. ده سال برای خسرو مدت زیادیه. آره، وقتی بعد 15 سال بیاد بیرون مواش دیگه سفیدی میزن. تازه اگه کمک های تو نبود پای دار رفتنش حتمی بود. ولی اون یه قاتل بلفطره نیست، شاید یه جنون بوده. شاید. دلم میخواست شب عروسی اون ساقدوشم بشه. چرا برگشتم؟ توی فیلم بی حجاب مسلم با بازی ایرج قادری و پدرش زیا با بازی جمشید مشایخی دو قاچاقچی بدنامن. زیا به مکه میره، توبه میکنه و پسرش رو هم از این راه منع میکنه.
مسلم که با رقاصی به اسم کلسوم رفت آمد داره و از طرفی با سارا دختر یک کشیش هم دوسته، بعد از مخالفت والدینش از خونه فرار میکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. این آب لیمو رو بخور تا حالت جا بیاد. خوبم نمیخوام. بخور دیگه بابا، تو هم این بچه ها شدی، بخور. کلسوم جون همه شو بخور، بخور 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 تا ترشو بخور. چی شده مسلم؟ چیت شده تو؟ هیچی که نمیشه. تا تو یه جوری پر نباشی اینطوری مست نمی کنی. موزه دختره هست؟ چیه؟ دعواتون شده؟ ازش دلخور شدی؟ دیگه تموم شد، همه چی تموم شد. چی تموم شد مسلم؟ فردا قرار عقدش کنن. عقدش کنن؟ واسه چی؟ چه فرقی میکنه؟ مکافات فیلم به کارگردانی کامران قدکچیان و بازی هنرمندانی مثل منوچهر وثوق، بهمن مفید و مهدی فخیم‌زاده است که تو سال 1352 ساخته شده. مرتضی از طلا خواستگاری میکنه، غافل از اینکه برادرش مجتبی هم عاشق طلا شده. مجتبی و مرتضی با صابر و برادرش اکبر جوشی درگیر میشن و بعد از زخمی شدن صابر، مجتبی خودشو به عنوان ضارب معرفی میکنه و دستگیر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. مثل اینکه تل رفیق ما خیلی پره، درست میگم آخ خوشبا؟ آره درست میگی، دلم خیلی پره، دلم از دست همه ی آدم ها پره. بیا بیا سر بکش. سلامتی. سلام. مثل اینکه خبرایی هست و ما نمیدونیم. آدم ها چه زود رنگ عوض میکنه دیگه. مردی فقط به ریخت و لباسه. اگه این چیزا رو برداری از مردونگی هیچی نه. ما از اولش هم که میگفتیم مرتضی آدم نامردیه، بی صفته. به جون خودت به تار مود وقتی شنفتم تو افتادی تو زندونا، دلم آب شد. سلامتی. خب تعریف کن ببینم. آره راست میگه، بگو ببینیم چی شده که انقدر دل خوری. اون بی غیرت دختری که دستش سپرده بودم قرش زد و باش رو هم ریخت. عجب نامردی، آدم کی بگه؟ این دیگه خیلی بیشتر میخواد. اینطوری تو نبا ساکت بشینی. آره هر جوری شده باز جواب این نامردیشو بدی. میدونم که داشت و دلت نمیاد دست روش بلند کنی، ولی ما بهت کمک میکنی. تو فقط فیلم سینمایی داشاکل به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال 1350. ماجرای قهرمانی ها و مردونگی داشاکل رو همه ی مردم شیراز میدونن. یه حاجی شیرازی که زمانی با داشاکل همسفر بوده قبل از مرگش وصیت میکنه که اون به کارهای زندگی و املاکش رسیدگی کنه. اما داشاکل در برخورد با خانواده ی حاجی ناخواسته به دختر حاجی دل میبنده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. جز من بودم و یه توتی، حالا باز منم و یه توتی، اما دیگه نه اون توتیه با نه من داشته. یه عمر خاطر تو میخوام، به لباس تن تزوین میشه. اما اگه تو بخوای خودم میرم به دختر حاجی میگم. نه
تو این شهر رقاص جز من یکی دیگم هست. وقتی اومدن عقبم که بیا امشب عروسی دختر حاجی برقص، گفتم نمیام عروسی که واسه داشا کن از آس غیر بدم. وقتی مرد غم داره یه کوه درد داره. اینو تو گفتی؟ شاچراغ نه، یه این خبر رو اینجا باش منو خوشحال کن. چرا اسم شاچراغ آوردی؟ باید از امشب تا مروز بشه. ایسالله به پای هم پیر بشه.